خیلی دلشون میخواد که بازیگر بشن چرا؟ به خاطر جذابیت های شهرت و محبوبیت ولی هستن کسانی که بازیگری رو راهی میدونن برای دست پیدا کردن به احترام و هویت من یک بازیگر شادم رو ببینید در آپارات این هفته سلام حسن سرچو هستم خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات شرایط تب آمیز یکی از آزاردهنده ترین شرایطی هست که یه انسان درش میتونه زندگی کنه گفته میشه که حدود یه میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارن بعضیشون از حدود چهل سال پیش ساکن ایران بودن یعنی الان نسل های سوم و چهارم اونها دیگه داره توی ایران رشد میکنن اما هنوز هم بر اساس قوانین ایرانی شناخته نمیشن و از حقوق انسانی برابری برخوردار نیستن این تبعیضها ها تأثیر خودش رو به شکلی مختلفی در زندگی و رفتار افراد نشون میده به خصوص در فرایند رشد و شکل شخصیت کودکان فیلم من یک بازیگر شادم روایتی است از علایق و شرایط علاقمندانه به بازیگری در بین جامعه مهاجر در جنوب شهر تهران این فیلم ساخته سامری رضایی هست خانم رضایی متولد سال 64 در تهران از پدر و مادری اهل افغانستان هست از نوجوانی و اوایل دهه 80 حرفه بازیگری رو از اتحاد شروع کرده لیسانس بازیگری و فوق لیسانس کارگردانی سینما رو هر دو از دانشگاه تهران داره و از سال 84 به این سو هم به عنوان بازیگر در سریال ها، فیلم ها و نمایش های متعددی بازی کرده. فیلم من یک بازیگر شادم اولین ساخته خانم رضایی در سه کارگردانی هست. ایشون در ابتدا تصمیم داشته که فیلم کلی در اعتراض به شرایط بازیگری در ایران بسازه و بعد در مرحله تحقیق و پژوهش به تعدادی هنرجو و متقاضی بازیگری مهاجر افغانستانی برخورد کرده و متوجه شده که شرایط دشواری های اونها چقدر شبیه به گذشته خودش هست بعد هم به گفته خودش برای طرح این مسئله در ذهنش که یه نوجوانان مهاجر افغان متولد ایران که از اولی ترین حقوق شرفندی برخوردار نیستن میتونن پا به پای نوجوانان ایرانی موفق بشن بر همین اساس تصمیم میگیره که درباره اونها فیلمی بسازه خب این فیلم هم ساخته شده و حالا در برنامه این هفته میبینیمش برای صحبت در مورد این فیلم هم از حساب نظر دعوت کردیم که همراه ما باشن شبنم طولی مستنساز و بازیگر سینما و تئاتر فرید اسماعیل پور مستنساز و پژوهشگر سینما هر دو از پاریس و دیدار رزاقی بازیگر تئاتر و سینما و مربی تئاتر از لندن با ما هستن خوش اومد میگم به هر سه شما خیلی ممنونم که در برنامه ما حاضر شدید خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم رو ببینیم و در با هم صحبت میکنیم ببینیم فیلم رو به نام خدا نام بربری هستم آه, 21 سال ماست ملیتم افغانیه بعد بازم 45 هست بعد دمه 165 هست بعد فارسی دری صحبت میکنم <تصفح> من فرشته جفری هستم سنم 1374 متولد 74 خودم معرفی کنم الینا فراهانی هستم بعد 145 وزنم 80 کیلو قد 170 تولد سال 1377 وزنم 48 دیگه قدم رو نمیدونم متعدد یادم چی دیگه آه از سوابق کاریم برتان بگم یه کار کوتاه دارم به اسم حسرت تقریبا میشه آموزش دارم میبینم شما تماس تو؟ شما تماس تو. مرسی میکنم من یک بازیگر شادم رو دیدیم ساخته سامره رضایی مستندی بر اساس حس و حال انسانی درباره رؤیاها ها و تلاشای های کودکان نوجوانان برآمده از نسل مهاجران افغانستانی ساکن ایران روایت زندگی دختر بچه ساکن محله های واقع در خاشیه شهر تهران فیلمساز در این فیلم تلاش کرده به موضوعی که خودش بر اون احاطه داره و به شکل تجربهش کرده به پردازه و در قالب آرزوها و رویاهای نوجوانان علاقمند به بازیگری تصویری بده از وضعیت مهاجران ساکن در ایران اما بگذارید ببینیم که میهمانان و حساب نظران دعوت شده به برنامه چگونه فکر میکنن در مورد این فیلم شبنامه طولی مستنساز و بازیگر سینما و تئاتر فریده اسماعیل پور ساز و پژوهشگر سینما هر دو از پاریس و دیدار رزاقی بازیگر تئاتر سینما و مربی تئاتر از لندن با ما هستن ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خب گفتگو رو با شما شروع می‌کنیم آقای اسماعیل پور این چطور فیلمی هست ما با یک مستندی مواجه هستیم که با ابزار بیانی ساده در یک محدوده موضوعی مشخص یه داستان و یه ماجرا و یه اجتماعی در برای ما قرار میده پیش از این من فکر میکنم این فیلم یک فیلمیه درباره شرح آرزوهای دو دلداده سینما و بازیگری یا کسایی که میخوان دیگری باشن شاید من نمیدونم ولی به طور فنی اگر بخوایم بیکنم ریستر بشیم تو ماجرا شاید این فیلم وجوه پرترگونه داره و در بخشهایی از اون ما مداخله مستقیم و مشخص کارگردانم به چشم میبینیم برای شما چطور خانم طولوی فیلم برای شما چگونه فیلمی هست؟ من بیش از اینکه بخوام پرتره دو نفر رو ببینم که البته یه پرانتز باز کنم قبل از اینکه نظرم رو بگم خوندم که فیلمساز گفتن که میخواستن در مورد سه نفر کار بکنن و نفر سی در واقع یه نسل نوجوان و حالا زیر 18 سال و بعد یک میان سال و شخصی که شخص میان سال مهاجر در واقع به دلایلی نگران شده و حاضر نشده که بیاد توی فیلم ولی علا توضیحات ایشون من گمان میکنم که برای شخص من بیش از اینکه بخواد پورتری دو حالا یا به خواسته کارگردان آرزوشون سه نفر باشه از این کانسپت خودش داره خارج میشه و برای من میشه به لحاظ مضمونی قصه تمام کسانی که تمام جوان و نوجوان که به دلیل برچسب مهاجر یا اقلیت یا تفاوت یا غیر خودی اینا مورد تبعیض واقع میشن یعنی شاید من به دلیل قصه شخصی خودم وقتی این فیلم رو دنبال میکردم به دلیل سنگینی این ماجرا و موضوع و اینکه خودم رو کاملا در لحظاتی هم با شخصیت اول و هم با سکینه یه جوری همزاد پنداری میکردم دیگه شاید خیلی جاها ریزکاری های تکنیکی و سینمایی و اینا رو برام شد در قسمت دوم ماجرا و این این بار هی رو با خودش کشون یعنی به تعبیری میفرمایید که فیلم یک گزارش اقلیت هست درباره حال هایی که برای اقلیت رخ میده و تاثیرش بر زندگی اونها شما به خودتون هم از عرصه بازیگری تئاتر و سینما میایید و همینطور شما خانم رزاق شما هم همین رو تجربه کردید این عرصه رو آیا این تجربیات مشابه رو میتونیم تعمین بدیم برای شما که هیچ کدوم از این مشکلات رو نداشتید؟ نه من فکر میکنم که وقتی در اقلیت هستیم و وقتی که جامعه اصولا این اقلیت رو سعی میکنه به سمت و سوی نقص و شرم پیش ببره چشیدن اون تم و لمس اون درد تفاوت داره در شکل گیری شخصیت کودک و بعد نوجوان و بعد جوان و بعد که وارد هیته کاری میشه من نمیتونم واقعا نمیتونم جای این مسئله بشینم چون من چه در زمینه تئاتر از یه خانواده این میام که پدرم تاتری بودن و چه در زمینه های اجتماعی بعد توی یک عمومیت قرار داشتم که اصلا این مسئله رو حس نکردم آقای اسماعیل پور فیلم موضوعش چیه؟ آیا واقعا مسائل مشکلات نوجوانان علاقمند به بازیگریه یا اینکه نه؟ به عبارت دیگه سالم رو اینجوری تاثیح کنم فیلم وحدت موضوع داره؟ ببینید این سال سختی پاسخ دادم بهش بخاطر اینکه فیلم عملا دوپاره است اینکه چرا این فیلم دوچار دو این دوپارگی هست من یک جوابی دارم براش تفسیر من مشخصم که بهش میپردازم ولی قبل از اون بریم سراغ موضوع فیلم به نظر من موضوع فیلم برای من به طور مشخص موضوع دو دلداده سینما است که اتفاقا افغانستانی هستند و اتفاقا عضو یک اقلیت واقعا میشه گفت مظلوم و حاشیه‌ای توی جامعه ایران هستن. من موافقم با این تعبیر شما که یک گزارش اقلیت هم هست گرچه من در باب اینکه این گزارش اقلیت چقدر دقیقه و جامعه بحث دارم ولی به نظر من موضوع فیلم در واقع موضوع در اصل دو دلداده سینما که افغانستانی هستن و مسائب افغانستانی بودن در ایران و مشکلات حقوقی قانونی هم بهشون اضافه میشه در راه بازیگر شدن به تعبیر دیگه اگر میخواست فیلم در واقع بر تبعیض ها تمرکز داشته باشه میتونستیم تعمین بدیم این اتفاق رو به کسان دیگری که افغانستانی هم نیستن نوجوانانی که تو همون منطقه جنوب شهر هستن و علاقمندن حالا بازیگر بشن اونها احتمالا همچین مشکلات مشابهی رو دارن اینجور فکر نمی کنید شما یا به تعبیر دیگه بذارید از شما اینجوری بپرسم که چه چیز فیلم برای شما برجسته میشه اگر اینجوری نگاش کنیم ببینید در اینکه این فیلم داره تعلق دو جوان افغانستانی رو نو جوان و نوجوان رو نشون میده اصلا در اینی شکی نیست ولی من میگم انقدر در واقع شاید زرافت شاید آگاهانه یا ناآگاهانه فیلمسازه که اون وقت ما از طریق این, قصه، این دو قصه شخصی میتونیم به مفاهیم بزرگتری برسیم و جامعه رو یه شکل دیگه نگاه بکنیم اینه که در واقع منو به لحاظ عاطفی با لحظه لحظه این فیلم هی نزدیک کرد و حتی جاهایی البته سوالاتی برام پیش اومده که حالا اگر فرصت باشه یعنی احساس میکنم فیلمساز میتونست به نکاتی هم توجه بکنه که الان اینجا حتی در همین بیوگرافی اگر که در نظر بگیریم جاش خالیه ولی لحظه لحظه منو همراهی منو با خودش همراه کرد مثلا اون سکانسی که سکینه نشسته و میگه که مضمونش رو دارم میگم میگه من دلم میخواد مثل نوجوانای همسن خودم بی دغدغه باشم چرا من باید نگران امروز باشم چرا باید نگران شرایط پدرم باشم این یه چیزیه که هر کسی که مورد تبعیض در هر, ج... هر, نقطه ای از جهان واقع بشه متاسفانه این نوجوانی و کودکی تلخ رو تجربه میکنه یا اونجایی که اون دختر اول حکیمه میگه که دو آرزو دارم اول بازیگر بشم اگه نشدم بمیرم باز این یه چیزیه که یا میخوای به یه خواسته ای برسی یا اگه جلوت صده فکر میکنی دیگه فردا ای ندارم یعنی من اینو اینجوری نگاه کردم به جای اینکه فقط توی کانسپت بازیگری بمونم و برام خیلی بزرگ شد خانم رزاقی اتفاقا به نکته جالبی اشاره کردن خانم طولوی اون جایی که به, س... به شکل تکون دهنده ای اون دختر میگه دو تا آرزو داره دوست داره بازیگر شه و بعدش هم بمیره خیلی تکون دهنده است به لحاظ روانی و روانشناسانه شما که حالا مطالعاتی تو این زمینه هم داشتید این چی رو نشون میده چون سن سن پایینیه خیلی چیزها رو میتونه داشته باشه میشه فقط یک آرزوی ساده باشه اما چون این دختر بکراند های رو داره عنوان میکنه که از یک اقلیت خاص میاد یک اقلیتی که دوچار تبعیز نژادی هستن در سرزمین ما و دوچار همون سیستم نقص و شرم رو ما به نوعی در اینها دمیدیم یعنی اونها فکر میکنن که همیشه این مسئله رو دارن یه جای کار غلطه میخوان خودشون رو اثبات کنن که من هم وجود دارم من هم مثل تو فکر می کنم مثل تو تفکرم هست من هم مثل تو عمل می کنم من هم آرزوهای مختلف دارم چون به این نقطه میرسه پس در واقع یک بنیانی براش پیش میاد که میخواد کامل ترین باشه اگر به اون کامل ترین نرسید یعنی در نقطه مقابل اون نقص و شرم اگر به اون کمال نرسید به اون اکمال نرسید فکر میکنه که کامل نیست پس دیگه راهی نخواهد داشت پس دیگه بمبسته و به پایان راه خواهد رسید در صورتی که این نیست یعنی ما میدونیم که اصولا شما نیست که فقط یه آپشن داشته باشید یا انتخابتون صفر باشه یا یک باشه ما مجموعه ای از رنگ خاکستری بین صفر و یک داریم میشه این اتفاق نیفته و شما شغل دیگه ای داشته باشید. ولی برای یه نوجوان در اون سن که خود و کمالگراییش رو در اون سمت میبینه مرز صفر و یک هیچ چیزی بینش وجود نداره آقای اسماعیل پور در این حال فیلم مجموعی از درد و رنج هست در حقیقت و مرتب شاید بیان نکات دردآوری هستیم غم و اندوه بسیار زیاده فیلم یه فیلم سیاه بینه؟ قائل نیستم خیلی به این مسئله عرض میکنم چرا به خاطر اینکه آن چیزی که ما داریم میبینیم بالاخره حداقل اینکه کسی از واقعیت خیلی جدی و روزمره توی جامعه ایرانه پس نمیتونیم بگیم اون بخش بخشی که وجود نداره یا سیاه نمایی شده اما شاید اون چیزی که حساسیت ما رو کمی بیشتر میکنه که به طرف این صفت بخوایم بریم اینه که ما بیش از این که در فیلم اکت ببینیم یعنی بیش از این که تلاش ببینیم از طریق مصاحبه و گفتگو و شنیدن کلام شخصیت ها داریم پیش میریم و همین شاید بخشش خب خیلی هم طبیعی هست اجزا باشه برای که تو شرایط سختی هستن این اقلیتی هستن که شرایط واقعا بدی دارن حالا اینو اضافه بهش کنید که یک آرزوی خیلی بزرگی هم دارن برای اینکه از این هاشی و از این اقلیت به یک مرکز برسن از طریق بازیگری ولی واقعیتش به نظر من مسئله اینه که اکت و عمل توی فیلم کمه شاید غیر از اون دو تا نقطه عطفی که راستا ما توی فیلم داریم که در بخش اول فیلم که پلیس میاد و پدر حکیمه رو میبره و در بخش دوم ظاهرا شرایط و پیشنهادی که خانوم حسینی و دوچار التحاب میکنه و به خودش میگه آیا باید ادامه بدم بازیگری یا نه عملا ما عکت آنچنانی دیگری نمیبینیم میدونید حتی وقتی که ما میریم تو کلاس های بازیگری مشخصا برای شخصت دوم شاید میشد تستای بازیگری دید تماسای بیشتر دید یا حتی بازسازی کرد به طور زمینی ولی شاید اگر ما بیشتر اکت میدیدیم شبهه این حس ایجاد نمیشد فیلم در این حال به نظر سانتیمانتال میاد و خیلی بر احساسات گرایی تاکید داره فیلمساز تا چه اندازه واقعا مجاز کلمه خوبی نیست شاید بگیم میتونه بر این احساسات بر بغض اندوه گریه تیکه کنه و در واقع احساسات مخاطبش رو بخواد یک جوری به کمک بگیره یا به تعبیر منفی ترش به گروگان بگیره از نظر شما خیلی سخت فتوا بدم ولی واقعیتش اینه که کم، کمی از این ماجرا به ناچار پیش اومده علتش اینه که بالاخره نباید فراموش کنیم دو تا شخصیت اصلی فیلم دو تا شخصیت کودک و نوجوان هستن ولی فیلم شانس انتخاب داره دیگه از بین اون تصویر حتما اینجوریه حتما اینجوریه شانس انتخاب داشته ش... شکی در این نیست ولی بالاخره با شخصیتایی که باهاش مواجهیم و در فیلمی که ما داریم می‌بینیم قرار دارن این دو تا عملا کودک و نوجوانن و این مقدارش هم به خاطر همینه ولی من باز تکید می‌کنم روی مسئله قبلی اون فهمی که داشتم از فیلم شاید اگر بیشتر به عمل ما میدیدیم و رفتار اونها این حس به ما نمی‌رسید خانم طولوی خب فیلم, احساسات آدم رو درگیر میکنه به هر حال و به نوعی بیشتر بر این تاکید داره فیلم ساز برای اینکه ما رو متوجه موضوعش بکنه آیا این تاکید به نظر شما بر مخاطب اثر گذاره و این اثر موندنیه یا اینکه نه شکل دیگه میتونست داشته باشه من گمان میکنم در این زمینه موفقه و تاثیر میذاره ولی گمان میکنم که در این تاثیر گذاشتن از یه نکاتی فیلمساز داره ما رو محروم میکنه یعنی تمام آنچه که میبینیم حتی اگر بازسازیه ولی همه واقعیت موجود این تبعیضی است که هست تمام افتخیزای عاطفی و احساسی این دو نفر مواجهه با جامعه است همه اینا ولی یه نکته بسیار مهم این که خود فیلمساز که اهل کشور افغانستان هستن در ایران تحصیل کردن ظاهرا این فیلم برای کارشناسی ارشدشون در واقع پروژه بوده که ساختن خب این یه نکته بسیار مهمه یعنی ما اگر که این رو ندونیم که در فیلم نمیدونیم برای ما این گونه به نظر میاد که راه ها واقعا بنبسته و همه چیز تمامه یعنی راهی برای فراتر رفتن نیست اینجاست که حتی برای خود من هم که میگم همانند سازی میکنم با این شخصیت ها میبینم من هم تونستم در رو برای خودم باز بکنم ولو اینکه بالاخره دیوار سیمانی اومد جلو ما اینو نمیدونیم یعنی نفس حضور خود فیلمساز چون همین سابقه رو داره من به نظرم میتونست یه باری بده که به قول شما اون گروگانگیری احساسات که حالا شاید من اینو کمتر ببینم گروگانگیری ولی اون حجم احساس منفی نسبت به شرایط داشتن با در نظر گرفتن تمام واقعیت ها یه ذره کمتر میشد باز یه نکته دیگه که خب قبل از اینکه این فیلم رو الان با هم دیگه ببینیم من داشتم مدت‌هاس خب ایرانو دنبال میکنم ای اون خانم دوم برای من آشنا آمد بعد دیدم خب ایشون امروز فرشته حسینی هستن و بازیگرن باز این سوال اون وقت بعد از اینکه الان این فیلمو میبینم برای من مطرح میشه که فیلمساز داره این راه حلو میذاره یعنی سکینه حسینی میاد و گریه میکنه میگه نمیخوام بازیگر بشم چون به من پیشنهاد شد که باید وارد یک چیزایی بشم حالا باز با کلام خودم دارم میگم بی اخلاقی و من رو بابت چیزهای دیگری ببرن خب امروز ایشون بازیگره خود فیلمساز بازیگره در ایران آیا واقعا منی که اینا رو نمیدونم وقتی دارم فیلم رو تماشا میکنم میگم تنها راه ورود به بازیگری برای آدمی که مورد تبعیضه بی اخلاقیه قطعا نیست همون گونه که برای من هم سال منم نبوده زحمت کشیدیم رفتیم جلو بعید میدونم که برای خانم سکینه که امروز میگم واسه فرشته حسینی دارن کار میکننم بوده به نظرم اینا جاهاییه که فیلمساز اجازه نداده ما واقعیت و سیاسفی رو با هم ببینیم تمام سیاهی رو داره به ما نشون میده ایزه دارم یک ای جمله اضافه کنم ببینید اگر ما،, ما فرض کنیم با همین فیلم با همین شخصیت ها مواجهیم ولی اگر میخواستیم یک تجربه دیگری داشته باشیم چه راه های دیگری ممکن بود اصلا نمیخوام درباره فیلم دیگری صحبت کنم این حق ما نیست اینجا نشستیم ولی واقعیت این, این که اگر شاید در این فیلم ما تلاش بیشتری از کاراکترها و شخصیت ها میدیدیم یه وجوه حماسی هم پیدا فیلم و ما همراهتر می شدیم تا اینکه فقط بشینن و بگن نمیشه و نمیتونیم و فلان ولی توی تا... همون فضا هم آقای اسماعیل پور اینکه دو تا بچه نوجوون به اصطلاح دختر اون مسیر سخت رو دارن میرن به یک جایی که به هر حال فیلم اطلاعات اونقدر نمیده به ما راله. که راله. کجا هست و اینها اونم به هر حال و مخالفت به شدت خانواده ها که معمولا رایجه توی همچین سطح فرهنگی از خانواده ها در مورد حضور و فعالیت فیلمسازی اونم خودش یک اکت مهم یه کنش مهمه نیست منکر این نیستم ولی شاید اینا میشد پرداخته بشن بیشتر به چشم بیان که روش کار سینمایی بشه عرض من اینجاست اتفاقا همین چیزایی که شما دارین به درستی بهش اشاره میکنید و واقعا وجود داره رو میدیدیم در فیلم تا اینکه برداشت کنیم یا حس, حس... حس کنیم متوج ارزم هستید شاید اینطوری بیشتر به کنه مسائل میرسیدیم و ارزش کار اونا رو درک می‌کردیم. به به تعبیر دیگه شما میگید دراماتیزه کردن از طریق نشون دادن اون واقعه تاثیر بیشتری میذاشت تا اینکه این در واقع این شکل تاکید بر کلماتی که به کار گرفته میشه یا احساساتی که از چشم ها و بغز به دست میاد اه... چیزی میخواست فقط میخواستم بگم که خیلی خوبه فراموش نکنیم چون فیلمساز اینجا حضور ندارن که این اولین فیلم ایشون هست و اگر اشتباه نکنم اولین فیلم مستندیه که فیلم بلندی که اینجوری دارن میسازن و در یک گفتگویی که چند وقت پیش ازشون دیدم تصویری بود میگفتن که من دنبال پرداخت واقعیت بودم به این دلیل دنبال داستان سینمای داستانی نرفتم خواستم واقعیت رو بگم این منظر ایشون از تعریف واقعیت با تجربه اولین کار سینمایی یعنی به نظرم تو اون مسیری که خودشون خواستن برن واقعیت رو اونجوری که خواستن خواستن به ما منتقل بکنن من به نظرم در این زمینه موفق بودن چون ما اگر که این زمینه های دیگر رو از بقیه افراد ندونیم ما کاملا جذب قصه میشیم میریم جلو و اذیت میشیم بابت شخصیت و فکر میکنیم تمام در و بست و آخرش همینه حالا به یک نکته دیگه خانم رزاقی توی فیلم این, این بچه ها میرن یک جایی و در دو بخش مجزا ما کسایی رو میبینیم که اینها رو آموزش میدن واقعا چقدر کسانی که میان آموزش میدن آدم های مناسبی هستند یا شیوه هایی که به کار گرفته میشه شیوه های مناسبی هست برای برخورد با کودکان و آموزششون و تئاتر البته رنجی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم کودک نیست اینا رنج نوجوان و جوان هستن و که کاملا تفاوت میکنه ولی این که آیا اونا خودشون هم این تمرین ها رو به خوبی و درستی یاد گرفتن این چیزیه که ما بعضی وقتا در مرحله عمل باهاش دچار مشکل هستیم بود فقط یک نکته در مورد کلاس های بازیگری باز به نظر من یکی از سوالاتی که میتونه برای مخاطب ایجاد بشه و فیلمساز اینو برای ما باز نمیکنه اینه که در این فضای پر اصلا داریم نگاه میکنیم یک جامعه است و این گروه مورد تبعیضن این معلما کیان که میان به این بچه ها درس میدن چرا اینا در فضایی هن که تمام شاگردها افغانستانی هستند آیا اینا پولی میپردازند آیا این معلمین دارن عمل خیری انجام میدن ما هرگز به این مسئله نزدیک نمیشیم فقط میبینیم اینا وارد یک فضای آموزش بازیگری میشن حالا به هر متدی درست یا غلط که تایید میکنن نشون که درسته داره یک اتفاقاتی میفته ولی چگونگی این که تو این فضا و اون دو معلم هم ظاهرا افغانستانی نیستن اون دو معلم یعنی فارسی زبان با ملیت ایرانی هستن کجان و چرا دارن درس میدن ما اینو هرگز متوجه نمیشیم باز اینم نمیدونم که انتخاب فیلم که فضای تبعیض و اینا بیشتر فشار بهمون به بیاره یا اینکه فکر کرده که لزومی نداره که به این مسئله پرداخته بشه به نظر من خیلی مهم بود که ما بدونیم تو اون فضا اینا چرا و چگونه تو چه موقعیتی دارم به اینا درس میدن نه فقط آدرس و جغرافیا به عبارت دیگه تاکید میکنید بر اینکه توزیع اطلاعات در فیلم به خوبی انجام نشده و اون اندازه اطلاعات لازم توی فیلم داده نمیشه فیلم ساز اون چیزی رو که خودش میخواسته در واقع تاکید کرده آقای اسماعیل پور یکی از نکات دیگه این فیلم حالا بحثی که قبلا این کمی دربارش صحبت کردیم در مورد فضا توی فیلم هست یا حالا معرفی نکردن بعضی جا نداشتن اطلاعات توزیع اطلاعات توی فیلم و فضا سازی توی این فیلم به نظر شما چگونه انجام شده بود من فکر می‌کنم با توجه به ابزار بیانی که انتخاب کرده فیلم ساز و اون ای که براش وجود داشته اتفاق خوب عمل کرده مثلا برای فضا سازی ما همیشه به یکی از راههایی که نیاز داریم یا میتونیم ازش کمک بگیریم معرفی جغرافیاست جغرافیایی که شخصیت رو توش قرار داده در فیلم مستند اون صحنه که اون دو تا دختر حکیمه و دوستش میرن کلاس بازیگری تو بک‌گراند ما دودکش‌های آجر کوره آجرپزی می‌بینیم که هم از لحاظ ویژوال و تصویری زیباست و هم به ما نشون میدی که این بافت اجتماعی کو زندگی می‌کنه زیست این خانواده کجاست یا حتی در کنارش خود کلاس بازیگری که تو اون منطقه فوق محروم احتمالاً من چون دقیقا نمیدونم کجاست ولی احتمالا این منطقه فوق محروم اونجا وجود داره هم به ما کمک میکنه که یک فهم دقیق تری از فضا داشته باشیم آدم ها و کسایی دیگه که شرکت میکنن در اون کلاس ها و هم اتفاقا نکته مثبتی تو فیلم چون به ما نشون میده حتی در اون منطقه خیلی محروم یک کلاس بازیگری حالا با هر نوع کیفیتی ولی اونجا وجود داره و این به نظر من اتفاقا یکی از نکات مثبت فیلم و یکم جامعه تر میکنه نگاه فیلم و فیلمساز ساز رو و اونقدر فضا تخت نیست یعنی حداقل یک جایی هست که برن داره با وجود همه فشارها یک نمایش تاعت یاد بگیرن کار کنن رو خودشون اینها خیلی کوتاه خانم رزاقی خیلی کوتاه یکی از این شخصیت ها توی فیلم شخصیت حکیمه اشاره میکنه به بازی کردنش با یک شخصیت خیالی و در واقع یک شخصیت خیالی برابرش هست باش حرف میزنه مشکلاتش رو میگه این نقش این شخصیت خیالی تو بچه ها چی هست؟ شدگی <تصفح> نقشی که در واقع اون فرد درست مثل کسی که در بزرگی شروع به نوشتن میکنه و چیزی رو که در درون خودش داره به اون کاغذ میده اون فکر رو از خودش جدا میکنه <تصفح> و صحبت در آینه ارتباط درون هست و بیرون این شخص رو برای خودش ساخته در تمرین های نمایشی ما اینو داریم ولی این دختر میگه من از قبل هم همین کار رو میکردم پس این یک راه یک روزنه برای خودش گذاشته که بتونه با دنیای درونی خودش ارتباط برقرار کنه و تخلیه روحی و روانی خودش رو بکنه فیلمساز چقدر کنشگره و چقدر فقط رفته سراغ اون چیزی که خودش میخواد بگه رو از زبان دیگران بیان کنه آه. با اون چیزی که خودش میخواد ببینه بی رو نشون بده ما اینجا تو این برنامه خیلی روی ترمی کار کردیم و من خیلی مشتاق بودم همیشه دربارش به کار ببرمش به من فیلم میلیتان یا فیلم های کنشگر و فعال و حساس به یک موضوعی من فکر میکنم اون کنشگری اصولا از یک آگاهی میاد این آگاهی اصولا یک جامعیتی داشته فیلم های زیادی دیدیم اینجا که ساخته شده هم هم درباره اقلیت صرفا بوده ولی فیلمایی بودن که کنشگر بودن این فیلم وجوهی داره چون درباره یک اقلیتی ساخته میشه و خیلی هم ارزشمنده چون اطلاع رسانی داره میکنه ولی من فکر نمی کنم خیلی دقیق بشه اونو کاتگوریزه کرد توی فیلمهای های کنشگر من فقط میخوام به یک حسن فیلم هم اشاره کنم حسن کم نداره البته ولی اون کارگردانیه به نظر من تو بخش اول اول فیلم در زندگی حکیمه بازی هایی که کارگردان ایجاد کرده و خلق کرده اون موقعیت هایی که حکیمه با آینه داره خیلی به فضاسازی و شخصیت پردازی کمک کرده تو فیلم به نظر من کار ظریفه است باید تقدیر بشه و مهمتر اینکه اگر این دوتا بخش رو با هم در پشت سر هم منتاش کرده یعنی حکیمه و سکینه رو شاید شکافی بینش هست که ما رو کمی آزار میده ولی شاید از نظر او اون در پی کرونولوژی خط داستانی زمانی واحد بودش به طور مثال همونطور که شما اشاره کردین گویا در مصاحبهشون گفتن گویا که سکینه آینده حکیم است و این تداوم میخواسته نشون بده من فکر میکنم برای آخرین جمله در بخش خودم البته فیلم با همه کسری هایی که فیلم های باهاش باش مواجه هند و قربانیش میشن به دلیل تو ایران فیلم مهمیه و ازش دیدن واقعا داره در واقع به دلیل موضوعش اهمیت پیدا میکنه و مسئله ای که مطرح میکنه حتی اگر که به تعبیر دیگه ای فیلمساز رو به شدت کنشگر بدونیم ها از نظر من از نظر شما نه اون هایی و در مورد تدوین فیلم هم خب میتونست یک شکل دیگه ای هم داشته بشه قصه به شکل دیگه ای در هم تنیده بشه و گفته بشه خب انتخاب فیلم سازیم بوده که دوتا قصه مجزا و دوتا کرکتر مجزا رو پیش ببره خب خیلی ممنون از حضورتون فرصت بیشتری برای صحبت در این مورد نیست رشته کلام و اصحار نظر رو به بینندگان می سپاریم از طریق همین راههایی که اینجا داره زیرنویس میشه با ما در تماس باشید و بنویسید که شما درباره برنامه این هفته و این فیلم چطور فکر میکنید آیا تجربه برخورت های تب ایزامیز به خاطر جنسیت، رنگ، نژاد رو خودتون هم داشتید یا نه از طریق اینستاگرام، فیسبوک و دیگر شبکه های مجازی که در همین آدرس ها نمیشه شده بود با ما در تماس باشید و جزئیات بیشتر برای فیلم و فیلمسازان سازان رو از طریق صفحه پارات در وبسایت سایت بی بی فارسی دنبال کنید تا هفته دیگه و یه برنامه دیگه بترود و پاینده باشید خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون دستون در میکنه خیلی